برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای حفیظ، با توجه به اینکه خود شما هم نظامی پیشین در حکومت قبلی افغانستان هستید، بفرمایید دلیل این گونه برخوردهای طالبان با نظامیان و کارمندان دولت پیشین چیه و آیا این رفتارها همچنان ادامه خواهد داشت؟ الان صدای بنده رو داری جناب آقای حفیظ؟ حالا یک ذره خوب تر. بله، یک مرتبه دیگه سوالم رو عرض میکنم خدمتتون. با توجه به اینکه خود شما هم نظامی پیشین در حکومت قبلی افغانستان هستید، بفرمایید دلیل این گونه برخوردهای طالبان با نظامیان و کارمندان دولت پیشین چیه و آیا این رفتارها همچنان ادامه خواهد داشت؟ با عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده ها و بیننده های عزیز، من فکر میکنم که طالبا جدیدن این کار را شدت بخشیده، به خاطر از اینکه پالیسی طالبا در دفعه قبلی هم همی رقم بود که در سال اول کسی را زیاد کار نداشتن، فقط همو ادارات دولتی را تصاحب میشدن و ادارات را تصفیه میکردن. سال دوم کم کم شروع کردن، کسایی که در خارج از دولت هم بودن از دولت سابقه این کار را میکردن، در سال سوم شدت بخشید. حالا هم عین نمو پالیسی را ادامه داده و پالیسی دور قبلی طالبا هست که کسایی که به نحوی از آنها در نظام پیشین کار کرده باشه، اینا را زندانی میسازه، اینا را شکنجه میکنه، پولهایشان میگیره. نه تنها که کسایی را که کار کرده به بهانه از اینکه تو کار کردی، حتی آیسته آیسته ای با پالیسی دور قبلی رو شروع کرده. دور قبلی تو بود که هر کسی که لباس جدید می پوشید، هر کسی که از لحاظ اقتصادی خوب بود، او رو از روی سرک می گرفتن، می بردن در حوزات پلیس، شکنجه می دادن و پولشان می گرفتن. اگر اونا وادار می شد که پول پرداخت بکنه، از حوزه امنیتی اعلام کردن، اگر نه در زندان ها می انداختن. آل هم عین نمو پالیسی را شروع کرده، کسی چی در نظام پیشین بوده چی نبوده، اما بدون گروه و قوم خود دیگرها را ایسایسته همی ظلم شروع کرده و ادامه داره. این به معنای تصفیه قومی، تصفیه نژادی، تصفیه مذهبی است. بله. دیگه هیچ چیزی نداره به جز همی که مردم را اذیت میکنه، شکنجه میکنه، پولشان میگیره و اگر پول ندادن اینا را به زندان ها معرفی میکنه و در یک محکمه نظامی از اینا سایر محاکم کنه، سه دور است، در یک محکمه نظامی اینا را به نام مخالفین محکمه میکنه و وارد رای زندان میکنه، بعدشان اعدام میکنه و بعدشان هم 5 سال تا 10 سال تا 15 سال برایشان قید میبره. ممنونم از شما عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.